توی این ویدیو زندگی پدری گونزالس رو از دوران فقر تا رسیدن به پسر طلایی و جام‌های متعدد بازسازی می‌کنیم. از لاس پالماس با اورال اولیه، از لیگ دوم اسپانیا پیش می‌ریم و باید زودتر از زندگی واقعی پدری به جام‌های اون برسیم. سلام و درود خدا بر شما باد. بیوگرافی پدری گونزالس لوپز روز 4 آذر 1381 در جزایر قناری در خانواده از طبقه متوسط به دنیا آمد. سال 2018 در 16 سالگی مورد توجه استاد بیاب‌های لاس پالماس قرار گرفت و به آکادمی این تیم ملحق شد و دوران حرفه‌ای خود را در این تیم شروع کرد. سال 2020 در 18 سالگی با قراردادی 2 ساله به ارزش 5 میلیون یورو به تیم بارسلونا پیوست و همکنون در این باشگاه مشغول بازی است. با آبی اناری پوشان یک قهرمانی جام است و یک قهرمانی سوپر جام اسپانیا را دشت کرده است. در 19 سالگی با بازی‌های درخشانش در تیم بارسلونا جایزه پسر طلایی را از سوی فیفا دریافت کرد و راجع به الگوهای کودکی‌اش گفته است: اولین ترجیح من آندرس اینیستا است. من عاشق فوتبال او و باهوش بودنش در زمین هستم. اینیستا فوتبال را نه تنها بازی می‌کند، بلکه از آن یک هنر می‌سازد. و جالب‌تر از همه اینا، گواهی نامه نداشته با تاکسی به نیوکمپ می‌رفته برای تمرین در کمپ بارسلونا. پدری آوردیم توی بیکام لژند و همینطوری که مشاهده می‌کنید باید بریم حتما اولین بار بهش تمرین بدیم و بگیم که آقای پدری خان در طول یک فصل شما باید چیکار رو کنی. دفاع رو از پدری می‌گیری، یه دونه فقط دفاع بهش اضافه می‌کنی به خاطر اینکه بتونه دفاع هم داشته باشی، ولی این بازیکن افک وسط و هجومیه. یه دونه به پاسش می‌افساییم و یکی به شوت زنیش. امیدوارم نریده باشیم. میریم سراغ پاس دلها. به مربی باید بگی که آقا من کجا بده بازیکنم، چون می‌تونی جای مختلف بازیکن مثل CFSS وینگر چپ وینگر راست هافک هجومی هافک وسط و هافک چپ. ولی به سرمربی چی میگی؟ میگه که من اینجا بازی نده، اینجا هم بازی نده، اگه خواستی بازی بدی بدی خبرت، چپ بازی نده، راست بازی نده، هافک هجومی بازی بده، هافک وسط بازی بده، دفاعی نه دیگه نده. همینم شورا شماره دیخوا شماره 28 که دقیقاً تو لاس پالماس بود. بعد دیخوا فکر همه جوش کرده، نگران نباشید. اولین بازی با لوانته داریم توی لالیگا دست دوم و بعدش هم جام حذفی و دوباره جام حذفی و دوباره هم توی لیگ رو پیش می‌بریم. بعد بازی شروع شد، اولین بازی متأسفانه پدری رو نیم کرده است. بریم ببینیم که نیمه دوم ما رو بازی میده یا نمیده. نیمه دوم ما رو میاره تو یا نمیاره؟ ما رو نیورد. ما اومدیم تو آقا. بعد پدری اومد داخل و همینطوری که می‌بینی دوران افریش شروع میشه. بعد پدری به عنوان بازیکن تعویضی دقیقه 67 بازی وارد زمین شده و الان یک بر هیچ ما پیش هستیم. امیدوارم که حالا پدری نرینه در این بازی. فقط در این چند دقیقه بعد پدری خودش رو به خوبی به عنوان هافک وسط نشون بده. حالا خود پدری پاس رو میده، حرکت میکنه رو به جلو، پاس پدری داده شد و پدری ساندشو میکشه و گل نمیتونه بزنه. رو سر پدری، پدری سر اولو میزنه، دوباره خود پدری پاس میرسه و پدری که دبل تاچ اونجا میزنه، چقدر لی داره حرکت میکنه اونجا، پاسشو میده به وسط در میارن. بابا چقدر قفنه بازیش، اوورال 69-70 هم داره میترکونه. وایسا 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 کن کجا گذاشتی پدریو؟ ای منو وینگر چپ گذاشت. بابا دمت گرم، ما میریم جلو پاس بازی میکنه. بده اونور کلا لب خط پدری حرکت میکنه، خود پدری به سمت وسط پاسشو میده، بسیار بی‌نقص و تمام میشه بازی. اوه اوه یا خدا پدری 5 گرفتی ریدیم تو این بازی. ببین در نامه چیکار میکنه آقای پدری خان. جام حذفی اسپانیا شروع شد. بابا پدری رو بده تو ترکیب اصلی. مرسی مرسی در ترکیب اصلی. بازی رفت و یکیش بردن، بازی رفت برگشت و پدری رو شده برای اولین بار در ترکیب اصلی میخواد بازی بکنه. ببینیم که پدری چیکار میکنه بازی برگشتو. پدری کجاست؟ مرسی اون فک وسط، همینو من ازت میخوام. داداش ببین در این ویدیو چیکار رو بکنم من. اگر در این ویدیو ما نترکونیم هر چی دلت خواست بگو. حالا مشاهده میکنیم بازیکن لاس پالماس باتون هر یک بار زمین میشن. پدری کو؟ آه پدری اونا اونا داره کفش درست میکنه. دیدمت. بله پدری مشاهده نکنید داره که بازیکن هر یک دست میده. لطفا آقای تو رو زوم کنه. ممنونم. بله پدری مشاهده بکنید به عنوان هافک وسط برای اولین بار در رکیب اصلی در مقابل حریفان قدرتمند قرار میگیره. بده من. آه آه میری اینجا تو پر رو نگر میداری اونو هر حرکت میندازی. آه آه یه پاس مزیبا خاک تو سر یارو. بابا این داره میری از خدای گلچه. وای زیدانی رو داشتی؟ خسرو داشتی؟ خدا وکیل نما کن رید یارو جلمون رید. حالا بعد پدری پاسو برسونه، خود پدری اشتباه میکنه اونجا. برسون اونجا، برسون اونجا. خود پدری توپه رو گرفت، پاس میده به این سمت، توپو لو نمیده پدری. دوباره به خود پدری بعد برسونه، به پدری میرسونه. پدری حرکت عالیش اونجا انجام داده و دارن میزننش. بده من آه فرماوی بریم. پدری توپ رو همچنان نگه داشته به وسط، حالا میرسونه خود پدری، حرکتش رو انجام میده. پدری به وسط رفت واسه پاس گل، بزن شوتر رو. اولین پاس گل پدری در اولین بازی رسمی شدش. داری یا نداری؟ داری یا نداری بازی کنی که چند سالش این بازی کن؟ داداش چند سالش؟ از لاس پالماس لیگ دو اولین بازی رسمی پاس گل داد نیمه اول. چیزی نیست واسه این بازی ها. نگردار پدری. آی آی
آقا زد، به خدا زد دیگه. نیمه اول تمام شد با یک پاسپورت زیبای پدری. ببین ما باید اولا که راست بازی کنیم، ولی ما کلا به حرف سرمربی گوش نمیدیم، اما کارو در میاریم. این نکته مثبت کار ماست. آها آها آها، سانتو حال کن، سانتو حال کن، گل حال کن. ای خدا، مگه داریم گلش نکنی تو مرتی که؟ برو برو بهت پاس میدم. آها شما پاسو نگاه کن. پدری میرینت. آه نکن نکن، پدری رو نگاه جیرو حرکت میکنه. پدری رو نگاه. آه آه آه، بده بریم بده بریم، تک بده که پدری میره واسه اولین گل دوران حرفه ایش. شوتش و تمام. اولین گل دوران حرفه‌ای در کنار پاس گلی که میده در اولین بازی که در ترکیب اصلی فیکس بوده. همین چهره، یکی گل یک پاس گل در اولین بازی که فیکس بوده. و سرمربی حالا میفهمه چه غلطی کرده فیکس نداشته بودش. آها آها، شوت پدری، وای تمام. و سود به مرحله بعدی جام حذفی اسپانیا. پدری بازیکن زمین آقای گونزالس پدری. پدری در ترکیب امروز حضور ندارد، یعنی تو نیمکت هم نشسته است. یه ریدم دهن سرمربی. خیلی خوب، اومدیم جلوتر. الان بازی داریم با رئال سوسییداد. سوسییداد بی آن تیم دو سوسیه داده رد کنم. این خود پدری چیکار میکنه؟ متاسفانه سرمربی نفهم این تیم دوازده تا بازی پدری توی تیم راه نداد و از جام حذفی حذف شدن. همونطوری که الان مشاهده میکنید اینا رسیدن صدر جدول، ولی بخورد تو سرشون، از جام حذفی حذف شدن و الان با کسی بازی داریم که دوم جدول، یعنی آلاوز در ساعت 7 شب. پدری بعد از 10 تا بازی اومده تو ترکیب اصلی. من نمیدونم سرمربی چرا انقدر نفهمه واقعا. مردی که نفهم وقتی داری حذف میشی به دو، خب بیار تو مردک. یه پاس گل و یه دونه گل زده تو اولین بازی رسمی، اولین بازی که فیکس بوده، یه پاس گل و یه گل داده و نمیذاریش تو. خاک تون سرت کنه. بده من بابا، بده من. آه میرسونی اونور، مردی میرسونی اونور. حالا به من چه؟ اون بی پدر اسگله نرسید به تو. اینو نگفته بودیم به من که چلاقین، از ناحیه پا مشکل دارین و زودتر به من میگفتین. بیا شوتو زد، خودش شوتو زد. پدری پاسه رو میده، خودش رو به جلو حرکت میکنه، دوباره به پدری میتونم برسونم. بده گمشو، بده پاسه رو به من. نفهم چقدر تو خنگی. حرکت زیبای پدری رو به جلو، پاسش رو به جلو. میدونستم چلاقی، پاس آرومتر بهتون دادم. پدری حرکت میکنه رو به جلو، حالا یه ذره شل میکنه پدری، پاسش به وسط لو میره. پاسه پاسه کاری تک سر با پدری. پدری در بخاطر حرکت میکنه، خود پدری پاس زمینیش، میتونن گل بزنن. وای وای وای، چقدر شما نوبین. چی گفت فوتبالیست بشی آخه؟ اسکل نگاه کن، نده پاسو. ری نگاه کن، به خدا ادیتور اینجا رو تو رو خدا بذار. در اون پدر به خدا سرمربی، اگه من یه بار دیگه بازی کنم واسه تو فقط. من دیگه نفهم، بازیکن خرت لبه خط دستون مثل پاس بده زده بیرون، اون چلاقه چرا منو تعویض میکنی؟ ریدی همه تون دست جمعی ریدی. بومچ سری درخواست ترانسفرشو اوکی کنی. حالا ببینم، اولین روز نقل و انتقالات، پنجره باز شد. خدا نگهدار شما، بله نه کن خدا وکیلی. انقدر خواهان داره پدری، لنگ شما اسکولا نیستش. بدین پیشنهاداتونو بدین. خود اسکولش به من پیشنهاد داده که. خیلی خب، پدری کجا ببریم؟ اوورالش 70 و هر جای قبولش نمیکنن. درخواست انتقال به اسپورتینگ لیسبون، جوابش میاد. سه روزی جواب اسپورتینگ. آه نگرفتش اسپورتینگ. اسپورتینگ نگرفت. درخواست انتقال به آژاکس، سه روزی جوابش میاد. ای خدا نمیگیرن اینو. چرا نمیگیرنت پدری؟ همینجا ما نمونیم. آقای مذاکره اومده واسه پدری بعد از درخواست 15 تا تیم. ببین هیچ تیمی نگرفتش. آژاکس ببین داداش، آژاکس بگیره تو رو کار تمومه. برو ببینیم چی میشه. درخواست انتقال آژاکس قبول میشه و پدری میره برای آژاکس در لیگ اصلی هلند، در لیگ اروپا بازی بکنه و اولین تجربه خودش در لیگ اروپا و یک لیگ معتبر انگلیسی خارجی تجربه بکنه. واسه بستن قرارداد و معرفه پدری در آژاکس در کشور هلند پرواز کردش. پدری از اسپانیا رفتش به کشور هلند و پدری میگه آقا اینجا بشینم. بله اینجا بشین شما. قضیه اینم که شما رو در حقیقت اصلی تیم را میده یا نه. مگر نه ما اونجا داشتیم با لاس پالماس قهرمان میشدیم. میزنه میره گوشه مربی. علی لبخند ملیح میزنه. آقای پدری قرارداد امضا میکنه، دست هم میده با کچل یک برده زیبا امضا میکنه. ولی از چهره قشنگ مشخصه که میخواست رو بارسا و نتونسته به روی ذره ناراحته. بعد گفته ابتدا همه از همه هواداران آژاکس رو اینجا صدا میزنم، متشکرم، من بسیار سپاسگزارم که فرصتی برای اومدن به اینجا برای من چیز شده. در روز مسابقه همتون رو تو استودیو میبینم، ولی سپاسگزارم با رزه دالزال نیستش در ترکیب اصلی. ولی همینطوری که مشاورین آژاکس اوله و ما با تیمی الان بازی ساعت 11 بعد در ورزشگاه یوان کرویف که پنجم جدوله. بله بازی شروع میشه در اولین حضور آقای پدری در هلند در تیم آژاکس آمستردام. میبینیم که مستر پدری که داره از پله ها بالا میره، همیشه اون پنج که داره مشاهده میکنید با سه داور مهدی خان. سرود نخوندیم همینطوری مثل خر اومدیم تو زمین. اشکال نداره، بازی شروع میشه. آقای پدری رو مشاهده میکنید در یک هوای مه آلود که به این هوا عادت نداره بخاطر اینکه تو اسپانیا بازی کرده بوده. آها آها آها، پاس پدری به داخل، گلش نمیکنن. پاس پدری، خود پدری نفوذ میکنه وسط. حالا پدری پاسشو میده دوباره در میارن. پاس پدری، خود پدری حرکت میکنه رو به داخل، توپ رو لو نمیده به سمت چپ میرسونه، میرن واسه سانت کردن، سانت میکشن، گل نمیتونن بزنن.
دریبل زیبا پدری به سمت وسط اجتماع بازیکنان ما. بله همینطوری که داره مشاهده میکنه میاد یک نفس تازه بکنه و دور بره پدر حریفو در بیاره. پدری داره میره برای سانت کردن. سانت پدری روی تیر اول ضربه سر بیرون میره. بده همینجا حرف منو گوش کن بفرما. پاسکاری زیبا رفت واسه زد حمله. گولو میزنیم یا نه؟ این خاک تو سرتون. همینجا وای پدری توی این بازی متاسفانه کاری نکرد. بازی چمپیونز لیگ اسپورتینگ آژاکس آمستردام. یا اول پس پدری و رابطه تو رو جان پدرت راشی بده. خواهش می‌کنم ترکیب اصلی باشه. مرسی. ساعت 9 شب در باشگاه یوان کرویف. بعد پدری که اونجا داره کوری می‌خونه. بله جام ای اف سی یا چی می؟ اوه کشیدن عقب پدر سگا. آی نگرفت. پاس پدری به وسط و گل توی دروازه. خدای پاس گل من دادم دیگه. انصافا پاس گل من بود یا نبود؟ اونایی که میگن پاس گل من بود تو کامنت ها بنویسن. علی فکر کنم به اسم ما ثبت نشد. پدری میره به استقبال بازیکن حریف که قطعا به سمت این بر حرکت میکنه و میگیره توپشو بدون خطا. بعد بازیکن خودمون حرکت میکنه رو به داخل. پدری به صورت زب داره حرکت میکنه که توپشون به راحتی زده نشه. پاس پدری به این طرف در. خود پدری داره حرکت میکنه میتونن بهش پاس بدن به سمت چپ. میارن پدری نزدیک میشه برای گرفتن توپ. میکشن. ای واچ تعویض. گل توی دروازه. دومین گلم زدیم به اسپورتینگ لیسبون. بارک کلا از پدری یاد گرفتین ها. تمام دو بر هیچ میبریم بازی رو. اومدیم جلوتر. متاسفانه که دو سه تا بازی به پدری اون رو نداد به خاطر اینکه از دستش ناراحت شد. همچنان صدر جد میبینیم که الان بازی برگش با اسپورتینگ لیسبون در برش که خودشون پدری ترکیب اصلیه. این مهمه. دارن حرکت میکنن لب خل وقت تو راه میندازه پدری میاد واسه زد حمله زدن. پاس رو به جلو ضربه سر بیرون میره. حرکت کنین دوستان رو به جلو. پدری تو بر گرفته پاس رو به وسط. خود پدری پاسو میگیره به سمت چپ. پاس رو باز میکنه به پدری میرسه یا نه؟ بده همون گوشه دیگه. بده اوه چه غلط ها. همینو بیار عقب. سانتو نگاه خدا این گل بشه. بده همینجا پدر سگ. حالا نوبت منه که باباتونو در بیارم. خود پدری شوتشو میزنه و گل نمیشه. پدری اگر زیباشو انجام میده. پاس به سمت چپ. پاس گل پدری ثبت خواهد شد یا نه؟ حالا پاس گل پدری. اولین پاس گل پدری در چمپیونز لیگ. اولین پاس گلش برای آژاکس. حالا سه بر هیچ در هم کوبیدیم اسپورتینگ که خود پدری رو نگرفت. همین بچه رو نگرفتش. من بهش درخواست دادم. دو بار درخواست دادم نگرفتش. میام حذفت میکنم. پاس زیبای پدری به جلو. آفساید نمیشه. پدری اگر چی داره اونجا انجام میده. میره برای زده حمله. پاس پدری باید برسه. حالا پدری همونو پاس میکنه. پاس گل دوم پدری پدرتون رو پدری در میاره. بکش شلو ببینم تمامش کن. سودو بزن. سود و سود مرحله برای چمپیونز لیگ که مسود آقای پدری. بذار چه پاس گل رو ما دادیم این بدر مرتون زمین شد. اشکال نداره. جو اول فصل تازه دیدم چمپیونز لیگ خوردیم به پی اس جی. پدرمون در میاد. پدرمون قراره در بیاد. مگه میشه چمپیونز لیگ نباشه پدری تو نباشه؟ ترکیب اصلی ساعت 9 در آرشگاه یوان کرویف. بعدش در آرشگاه پارک د پرنس ساعت 9 با اونا. از یو آژاکس شروع میکنه در مقابل پی اس جی بزرگ که پدری در مقابل مسی قراره بازی بکنه که در دوران واقعی زندگیش ماش هم بازی بوده. بیا اینجا بیا. پدری کات گل شه. واو سان تو داشته باش. گلش کن تیر. بعد بگو پدری پاس گل نمیده. اینا بیورزن. قمشو تو ببینم. نه یا جلو پاس به بیرون. بزن گلش کن. ببین من راحت میگم ما از اینا گل نخوریم تو ورشگاه خودمون بازی برگش اینا رو میزنیم. مطمئنم که الان داره دفاع باز میشه. متاسفانه هیچی گل خوردی. پاس گل بده من. نه غلط کردم. برو پدری. رفتم با هچ بابامون در میاد. الان گل بعدی هم خورد. یا علی این گل چه؟ پاس پدری به این سمت. خود پدری داره حرکت میکنه. پاسشون رو به جلو در میاد. نمیتونیم کاری بکنیم. دو هیچ باختیم. بازی رفت و جن زدیم داشت تو ورشگاه خودمون. اون بر بعد دوتا بزنیم مساوی بشیم تو ورشگاه اونا. بازی برگشت پی اس جی آژاکس. پدری رو نیمکت هست. چقدر زیبا. الان جن میزنیم میایم بیرون. یه گل زدیم. خودشون یه گل زدن. باریک گل نخوریم بیام تو. نیمه اول تمام شد. ماشاءالله یکی زدیم نیمه اول. باورم نمیشه یکی زدیم. الان بیار تو دیگه. ماشاءالله من آورد تو. من کجا منو گذاشتی؟ وینگر چپ منو گذاشتی. مرسی. دقیقه 80 بازی شد. یه گل میخوایم فقط تو قهرمانی.
تمام تمام و سقوط و توقف آژانکس در چمپیونز لیگ و توقف پدری در چمپیونز لیگ. بریم جلو که فکر نمی کنم دیگه فایده ای داشته باشه ما تو آژانکس بمونیم، چون پدری فقط چمپیونز لیگ نگرفت، ما باید واسه چمپیونز لیگ بگیریم. با اینکه با آژاکس فقط به قهرمانی لیگ هلند رسیدیم، ولی ما راضی نیستیم و باید بیاریم فصل از اول شروع کنیم تا چمپیونز لیگ رو برای پدری بگیریم. بنفیکا به همون پیشنهاد 1,137,000 دلار برای پدری و ترکیبشون هم اینجوریه و پدری قطعاً اینجا میتونه خیلی خوب بازی کنه. بله سلام برای لیگ پرتغال، اولین بازی با پورتو، خدای بزه بازی کنه اولین بازی. بله پدری حضور پیدا میکنه با کت و شلوار و کروات، دیگه کسی که 1,000,000یه با کت و شلوار و کروات باید بیاد دیگه. برو جان جدت یه کاپ چمپیونز لیگ من میخوام، آخرین امیدمه. بله پدری امروز دروازه‌بان بود، ترکیب اصلیه. بله پورتو بازی داریم در مقابل مدی تارمینی اتومبیون در ساعت 9 شب. بنفیکا صدر، سر جدوله، نیده بودم. بله پدری هم داره که مشاهده میکنه، دقیقاً گذاشت همون جایی که گفتم. بله پدری هم مشاهده میکنه با شماره 14 در اون زمین به عنوان IMF حضور پیدا میکنه. عمران آفساید باشه، عمران بذارم پیپی برسه بهش. عمران آقا یعنی چی قرمز بده بهش؟ بابا این دیگه خیلی دیگه بعدی که ترسو داور بیشور بده کارت قرمز بکن چشش. زیبای پدری تکسر کار میکنه، پدری دوباره خود پدری بعد برسونه پیپر میتونه جا بذاره یا نه، ولی میندازه پیپر رو زمین. نه احمق، یه دبل تاچ دیگه، دومی دبل تاچ گرفتن ازش. بده لعنتی پاسو بده دیگه بابا، داره میزنه منو بس. به خود ببین من یعنی یا رو زدم کارت قرمز دادی به من، من میتونم مصافه در سگ. نگاه کن بی پدر دو تا تک دادن رو من، هیچ کارتی ندادش. اوه اول ببین منو خیلی نیاز داره تو ترکیش، واسه همین منو کامل نگر راشه 92 دقیقه و عالیه. پدری 5.5 داداش، بله نمره پایینی داری میگیری. بیا گذاشت نیمکت، بد بازی میکنی دیگه. آقا با اسپورتینگ بازی داریم، باید بدیم بازی بکنیم، چون اسپورتینگ به شدت قویه و امروز در رقیب اصلی پدری باید خودشو نشون بده. بریم پدری جان پدر هستی، گل بزن، بده پاس رو برم. غلط کرده گفته آفساید، هر کی دستشو برد بالا غلط کرد. واسه پدری رو به بیرون زدن، پدری رو پاس رو به بیرون، پدری گلش کن ببینم. با برون پدرت واسه پدری رو به جلو داره حرکت میکنه، خود پدری یه دبل تاچ پاسش رو به بیرون. نه حالا نه گل خورد، گفت خره نفهمه بزغاله، دارم بهت میگم بده خودم بابا باید اینم. رو ببینم، بزن گلو. من مردی که خر برون پدرت لعنت، کی به تو گفت فوتبال بازی بکنی آخه؟ چمپیونز لیگ بارسلونا، اگه ما میتونیم اینا رو ببریم. پدر در رکیب هستی هست با بارسلونا، ساعت 9 شب در باشگاه خودمون بازی داریم و ببینیم که پدری چیکار میکنه در این بازی مقابل تیم سابق خود. تک به تک پدری، پاسش به وسط، بده بزن شوتو بزن. گفتم گل میزنم یا نمیزنم، گفتم بهت گل رو میزنم یا نمیزنم. پاس گل پدری اینجا، پاس گل میدم من. پدری سوپر گرفته، جا میذاره سرجیو بوسکسو که یه زمانی باهاش بازی میکرده و سرجیو بوسکسی که نمیرسه به پدری. میرسه بهش، شوت پدری، شوت نزن تو رو جان جدت. ولی غلط کردم من دیگه. بگیر وسطو پاس نده لواندوفسکی، دارم میگم بگیر وسطو. مساوی بگید این دوستان، گول بعدی هم خوردیم. آی 2-1 بریم واسه بازی برگشت، اینا گاون، باید به اینا فکر کنم بزنیم دوتا رو. تو خونه ما دوتا به خودمون زدن. بازی برگشت با بارسلونا، پدری روی نیمکت هست. اینجا جایی که من باید پدر سرمربی و کل خاندان تیمو فوش بدم. آقا ما اومدیم جلوتر، من نمیدونم چه معجزه‌ای رخ داد، ولی ما بازی با بارسلونا همونطور که مشاهده کردید برگشت، کلا من تو نبودم، نیمکت بودم، الانم نیمکتم، ولی بارسلونا رو زدیم. نمیدونم چه جوری زدیم، الانم نیمکتم، اصلا نمیدونم بازی راه میده یا نه. بریم ببینیم چی میشه دیگه. ساعت 9 در روشون اتحاد باهاشون بازی داریم، با منچستر سیتی باید بتونیم بیتر کنیمشون تا بتونیم بریم مرحله نیمه نهایی چمپیونز لیگ. برو بریم توی این بازی هم اگر شما گل نخورین، گل زدن با من آقا، شما نگران گل زدن نباشین، گل نگران گل خوردن باشین. آها سانت بزن گلش کن، بارک. اینجوری نابودت میکنم اینجوری توپه رو جوری میندازم لبه خط در میرم به نتونی برسی. آره خدایش من خودم موندم چرا توپمو نگرفت، فکر کنم دفاع چپشون این نوبا آثار دفاع چپشون این جدیداست. به کار خود ادامه میده پدری، رفت روی سانت کردن دوباره اونجا دیاز، سانت گل بعدی دو تا پاس گل تو 15 دقیقه جوان خودم رو سوپر استار بود. آره ببینم اوه چه پاسی دادم،
تکنیکی، قدرتی، گل سومو میزنیم یا نمیزنیم؟ هتریک پدری در مقابل پپ گوردیولا. داشت پول داشته باشی پدری میترکونه، سعی کن پول نداشته باشی، سعی کن پول نداشته باشی. بله پدری رو بغل میکنه، فقط یه صحنه جنجالی بود. سه بر هیچ میترکونیم تون. خب ما سه هیچ اینا رو زدیم، ببینیم که حالا به کی میخوریم دیگه. پدری 10 تا بازی، 3 تا گل، 4 تا پاس گل، 74 تا برا. نیمه نهایی منچستر و ما مساوی کردیم و رئال و بایر هم مساوی. بازی برگشت منچستر در مقابل بنفیکا. بله پدری در بازی امروز در رکیب اصلی هستش و همینطوری که مشاهده کنید کسب قهرمانی لیگ پرتغال، قهرمان لیگ پرتغال شدیم 72 امتیاز. و اینکه ما هنوز که هنوز بازسازی درستی انجام ندادیم، بخاطر اینکه حتما باید قهرمان چمپیونز لیگ بشیم، چون پدری خودش نشده. اونو در باشگاه اولد ترافورد اگر که بتونیم یک گل فقط بزنیم به اینا، یک گل تمومه. برو بریم، برو کلا، برو 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 جلو، برو جلو ببینم، برو گلش کن، گلش کن، نفهمه بشور، گلش کن، شوتش کن، گل بشه. چرا پاس دادی به من مسخره؟ چرا به من پاس دادی؟ خود تک به تک بودی، اصلا من پاس نخواستم ازت. بگیرش بگیرش بگیرش، باید بزنمش، باید بزنمش، وگرنه میره. باید میزدمش، باید میزدمش، باید میزدمش به رونالدو. بالا این جسد دارم صلوات میفرستم. آره کسی که به رونالدو بی احترامی میکنه حقش همینه. نیمه اول 0-0، نیمه اول 0-0 بشه میره وقت اضافه. بده بیاد، برو بریم، برو 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 تو، برو تو، برو تو، دارم بهت میگم. بزن گلش کن، بزن گلش کن، بزن گلش کن، ببینم. مرسی. وای برام پدرت، این کدوم اصلیه گذاشتی فوروارد آخه امروز؟ پدرم رو در آورد، یکی دیگه باز گل زد. پاس گل هم اسمو ثبت نمیشه که الان ما میریم بیرون حتما. تو خودت حرکت کن رو به جلو، شماره 7 حرکت عالیو انجام داده. پاس پدری، گل میشه یا نه؟ تمومه، کارشون تمومه داداش. باورت میشه بنفیکا داره میره فینال چمپیونز لیگ؟ در طول تاریخش عمرن نداشت همچین چیزی، ولی پدری آورده برمقام براش. جایی که بارسلونا حذف شد، من سیتی حذف شد، همه حذف شدن، پدری مونده و الان تمیز شد. پدری اشکال نداره، این نشان دهنده بی‌معرفتی سرمربی است که من پاس گل دو تا دادم ولی منو کشیدی بیرون. تمام تمام، سود به فینال چمپیونز لیگ و تاریخ سازی پدری. بله بازسازی دوران وی نمیذاره، نمیذاره تاریخ سازی میکنه برای کل تیم و خود پدری تاریخ سازی کردم. بهترین بازیکن پدری نشد، مهاجمش شد. خیلی خوب، کی خوردیم؟ بله همونطوری که مشاهده میکنی خوردیم فینال به رئال مادرید. اگر که ما بتونیم قهرمان چمپیونز لیگ بکنیم پدری رو در این بازی هم فیکسه، واسش جامیو داریم میبریم که خودش هم نبرد تا الان. رئال سالاری رو دارین اینجا مشاهده میکنید، بعد ورشگاه بی‌طرفی بود ولی اشکال نداره. فینال چمپیونز لیگ شروع شد. کاپ چی نیستش لعنتی، چیه کاپ دریاری نشون میدی به ما؟ بله وارد زمین میشوند همراه با پدری و کاپ چمپیونز لیگ از تو خبرنگار رد میشیم. کاپ چمپیونز لیگ رو مشاهده میکنیم، بدارم سمتش تزدیک میشیم، بریم برای گرفتنش. بگیر کاماوینگا رو بگیر، آبارکلا دیگه نباشی از این حرکت ها بزنی. یا پدری پاس میده توی دروازه، بزنه نشون آشکاری میگلده رو نزنه. وش یه دونه حرکت بدن زیبا اونجا میزنم و نگر میدارم همچنان توپ. آقا قرمز بده، خدای قرمز بده، بر گام شو. آقا رونالدو را کجا بردی تو؟ حساب نیست، رونالدو رو بکش بیرون. آقا رونالدو حساب نیست، خدا وکیل چیت زدی؟ بکش 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 تو. پدری سرمی سر گل برکن. یکی روز فکرش میکرد که پدری پاس گل بده و از طرف سر بزنه گل بزنه تو فینال چمپیونز لیگ؟ الان این اتفاق میگه بنفیکا افتاده توی حالت سوپر استار، داریم رئال رو در هم میکوبیم. روز ما دو فصل، یک فصل قهرمان نشدیم، سه تا چهار تا تیم عوض کردیم، ولی به موقعش قهرمان میشیم. یکی دیگه، یکی دیگه، خدای یکی دیگه. تمام، پدری قهرمان چمپیونز لیگ میشه. کاپی که خودش تونسته بود ببره در یک ویدیو مچ خان از صفر تا جور کرد و تونسته جام چمپیونز لیگ رو برای پدری با تیمی که حتی توش تا الان نرفته به دست بیاره، تیمی که تا الان چمپیونز لیگ نبرده در واقعیت، پدری باش و مچ خان باش تونسته چمپیونز لیگ رو بگیرن و قهرمان چمپیونز لیگ بشن. چهار تا کچل با هم دیگه دارن عکس میگیرن، ما رو نگاه خدا وکیل. ببره بالا کاپو چمپیونز لیگ، ببره بالا فاتح چمپیونز لیگ میشه پدری دلها. عکس یادگاری که پدری رو سمت راست پایین مشاهده میکنی، اون چهره سمت راست پایین. بله کاپو خودت ببره بالا، خودت ببرش بالا، ببرش بالا، مبارکت باشه. کاری بود که از ما برمی اومد و ممنون که تو کار بیرون کردید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد لایک گذاشتید رو بچنید، فراموش نشه و اینکه تو کامنت ها بنویسید با صدای دوران افری کدوم بازیکن رو میخواید. فعلا تو ویدیو بعدی.